السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت همه خواهران و برادران عزیز. موضوعی را که سرش میخوایم صحبت کنم در مورد ازی است که ما و شما هر وقت که میخواییم یک کاری را انجام بدهیم باید به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه، کار ما به خاطر مردم نباید باشه، چرا که کاری که به خاطر مردم میباشه او اجر پاداش نمیداشته باشه. اگر شما متوجه شده باشین، همه علمای دین، همه دایان دین، همه خادمان دین یا همه کسایی که به خاطر الله سبحانه و تعالی کار میکنند، زحمت میکشند در رای دین یا در هر رایی که در او رضایت الله سبحانه و تعالی نهفته است، اونها هیچ وقت نمیگویند که ما در این کار ما میخواییم مردم از ما راضی باشه، میخواییم مردم از ما خوش باشه، میخواییم مردم ما را پسند کنه. اونا فقط هدفشان همی است که میگه الله سبحانه و تعالی از ما راضی باشه، الله سبحانه و تعالی از ما خوش باشه، ای عمل ما، ای کار نیک ما مورد پسند الله قرار گرفته باشه و الله سبحانه و تعالی اجر پاداش از این نصیب ما کنه. اما هنرمندان، رقاصه ها، مدل ها، اینا همیشه وقتی که آهنگ میخوانن یا رقص میکنن یا مدل میشن، اگر شما دیده باشین یکی از اینها نمیگن که ما این کار ما به خاطر الله سبحانه و تعالی، الله از ما راضی باشه یا ما مورد پسند الله قرار بگیریم. همیشه اینا چی میگن؟ میگن که ما محبوب مردم باشیم، ما در دل مردم جای داشته باشیم، مردم ما را خوش کنن، مردم از ما راضی باشن، ما میخواییم کارایی را بکنیم که مردم را راضی بسازیم. چرا که اینها میدانن که اینمی کاری را که انجام میدهن اینمی انحراف است، کار زشت است، کار ناپسند است، کاری است که مورد پسند الله سبحانه و تعالی نیست. بنان اینها جرات ندارن که بگوین الله از ما راضی باشد، زیرا میدانن این عملشان مخالف رضای پروردگار است و وجدانشان، ضمیرشان برشان اجازه نمیده که اینا بگوین ما این کار به خاطر الله کردیم. بنان اینا میگه که این کار ما به خاطر مردم کردیم، چرا که این کار به خاطر الله نیست، الله از این کار راضی نیست، الله از این کار خوش نیست. بنان هر کی کارش از برای حق بود، کار او پیوسته با رونق بود. ما و شما باید دوستی و دشمنی ما به خاطر الله سبحانه و تعالی باشد، چرا که انسان از اعمال، گفتار، کردار، نوشتار، از همه چیز محاسبه می شود. کسایی که باهوش هستند همه کار را به خاطر الله می کنند، چون اونا می دانند که پیش الله سبحانه و تعالی رفتنی هستند و محاسبشان نزد پروردگار است و تنها پروردگار است که عزت می دهد و تنها پروردگار است که ذلت می دهد. بنابراین عزت و ذلت وقتی در دست پروردگار است، ما باید همیشه از پروردگار عزت بخواهیم. اگر تمام دنیا، اگر تمام مردم دنیا از ما راضی باشه، الله سبحانه و تعالی از ما راضی نباشه، بنان ما ضرر کردیم. بنان ما باید کوشش نکنیم که مردم راضی بسازیم. بنان انسان هر کاری را که انجام میدهد، هر عملی را که انجام میدهد، فقط باید رضایت الله را دو داشته باشه. انسان مسلمان در هر کارش باید اخلاص داشته باشد. اگر یک زن مسلمان اولاد درست تربیه میکنم، میگه من ای اولاد ما درست تربیه میکنم به خاطر الله سبحانه و تعالی تا ای اولاد ما در آینده یک شخص نیک برای در مقابلش اجر پاداش میگیره و او اولادش هم خداوند پاک هدایت میده و یک شخص نیک مبرایه. اگر انسان مسلمان بر پدر مادرش نیکی میکنه، بر پدر مادرش خدمت میکنم، میگم به خاطر الله سبحانه و تعالی و پدر مادرم نیکی میکنم، خدمت میکنم، چرا که رضای پروردگار است، خوشنودی پروردگار است، او در مقابل از این کارش از پروردگار اجر پاداش میگیره.
اگر یک انسان دعوتگر دین می باشه، خادم دین می باشه، اگر یک انسان به یتیم کمک میکنه، به غریب کمک میکنه، به فقیر کمک میکنه، هر کار انجام میدهد، فقط دو رضایت الله سبحانه و تعالی باشه، بدون شک الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش نصیبش میکنه. اما یک انسانی که مردم به انحرافات دعوت میکنه، مردم به زشتی ها دعوت میکنه، مردم از رای راست برای کج دعوت میکنه، او هم خود شرمنده میباشه، هم وجدان شرمنده است، هم ضمیر شرمنده است، او پیش الله سبحانه و تعالی خجالت میباشه و او بنا دیگر چیزی نداره بدون از اینکه بگه من رضایت مردم کار دارم، محبوب مردم باشم، مردم مرا دوست داشته باشه. امیر رقاصه ها، امیر آواز خانه شما که همیشان هم میبینین، یک چند روزی اینها در دل مردم جای می داشته باشن و با یگان آهنگایشان که در دل مردم جای می گیرن، یک چند مدت میگذره، اگر یک آوازخوان دیگر می برایه از او که در بالاتر می باشه، ببینین که مردم باز او را خوش می کنه و ای تاریخش تیر می شه، یا ای که پیر می شه کسی در قصهش نمی باشه، پس ای چی می شه؟ خار و ذلیل می شه. بنان اما دعوتگران دین، عالمان دین، خادمان دین، همیشان هر قدر سنشان بزرگ شده میره، به همه قدر عزت و احترامشان در قلب مردم بیشتر شده میره، و چرا که الله سبحانه و تعالی با آنها عزت میده، با آنها احترام میده، آنها رو در دل مردم جای میگیره. وقتی که یک کس الله سبحانه و تعالی دوست میگیره، وقتی یک کس را الله سبحانه و تعالی دوست میداشته باشه، پس محبت از او را در قلب ملائکه ها، در قلب همه مردم میندازه. همه علما وقتی که از دنیا میرن، ببینین همه مردم پشت آنها گریان میکنه، جگرخون میشوند، هشک میریزن، میگن یک زایی بزرگ شد، و همیشان افتخار میکنن که چنین علما داشتن، چنین خادمان دین داشتن. اما یک رقاصه، یک هنرمند میره، دنیا حرام میشه، چرا که یک چهار نفر همو کسایی که هم طبیعت از اوست، همو کسایی که در خوش دارن همو را، اونا برش جگرخون میشن و فلانی رفت، یک زاییه شد. بنان انسان ها باید رضایت الله سبحانه و تعالی را بطلبن، کاری را انجام بدهن که در او کار خوشی و رضایت الله باشه، نه کاری را انجام بدهن که در او خوشی و رضایت مردم باشه. مردم خوش نگاه نکنین، الله سبحانه و تعالی را خوش نگاه کنین. بنان مخواستم در این مورد صحبت کنم و ای کسایی که هنرمند هستن، رقاصه هستن، کاراشن به خاطر مردم است، تا که جلب توجه مردم کنن، و هم هدفشان پول کشیدن از جیب مردم است. اینا هم اگر توبه کنن، بازگشت کنن به سوی الله سبحانه و تعالی بیاین، الله سبحانه و تعالی بدون شک بخشنده است. اینا از این رای کجی که رفتن، پس دوباره در رای راست بیاین، در رای مستقیم بیاین، باز اینها یک کارهای خیر، کارهای نیک را انجام بدهن و بگوین مثل دعوتگرای مثل دیگه مردم ها که ما کار ما را به خاطر الله انجام دادن، توبه خالصانه کنن، بدون شک الله سبحانه و تعالی میبخشه ایشان، و بعد از او امر به معروف یا امر به خوبی ها مردم را بکنن، گناه های گذشته شان بخشیده میشه، دیگه از این رای کچ میتونن در رای راست بیاین. خداوند پاک همه را هدایت کنه، اول خودم و بعد همه مؤمن و مسلمان که همیشه در رای راست باشن، همیشه امر به معروف، به خوبی ها، به نیکی ها کنن، در رای برن که در او را رضایت الله سبحانه و تعالی باشه، نه رضایت بنده های الله. جهان سپاس از همراهی تک تک شما خواهران برادران و مسلمانم، جزاکم الله خیرا کثیرا احسن.